بعد از افشا شدن فساد مالی مثل رفسنجان برای خیلی سواله آیا این تیم در لیگ برتر میمونه یا نه؟ مونبینی به این سوال که مثل رفسنجان سقوط میکنه یا نه اینطوری جواب داد. اجازه بدید هیچ گونه پیشبینی نداشته باشیم چون رسیدگی به این پرونده در دادستانی انجام میشه. ارکان قضایی ما هم بیکار ننشستن. کشورهایی که عضو فیفا و AFCN مورد رصد قرار میگیرن. اونها اخبار پرونده رو دیده و از ما گزارش خواستن. سهیل مهدی رئیس سابق لیگ برتر فوتبال ایران که قرار بود شنبه بازداشت بشه امروز صبح به اتهام دریافت رشوه و تبانی بازداشت شد. طبق گفته ها به زودی نام 5 نفر دیگه هم رسانه ای میشه. البته یکی از اونها محمد ربیعیه، اما نام 4 نفر دیگه هنوز مشخص نیست. نقل قول های منتشر شده از سوی مقامات قضایی نشون میده پره و میمه سردبیران فعلی و سابق دو سایت خبری ورزشی هم جزو متهم ها هستند. البته پره سردبیر فعلی ورزش سه همون پژمان راهبر بوده که قبلا رسانه ای شده. مهدی تاج در این مورد گفت هر کسی با هر سطح از تخلف باید از فدراسیون فوتبال حذف بشه. ما همونطور که در گذشته نیز نشون دادیم در بحث مبارزه با فساد با هیچ احدی تعارف نداریم و به هیچ وجه از تخلفات اینچنینی چشم‌پوشی نمی‌کنیم. بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های چند روز اخیر از سوی کمیته اخلاق هم موضع فدراسیون در این زمینه رو به خوبی نشون میده. ما معتقدیم هر کس در هر سطحی اطلاعاتی از تخلفات و فساد داشته و اطلاع رسانی نکرده باید از مجموعه فدراسیون حذف بشه و با او برخورد صورت بگیره. تکلیف کسایی که خودشون در این تخلفات دست داشتن هم کاملا مشخصه و اشد برخورد قضایی در مورد اونها اجرا میشه. ما در این زمینه ارتباط و همکاری تنگاتنگ با قوه محترم قضایی داشته و خواهیم داشت تا فساد رو در هر سطح ریشه کن کنیم. مردم عزیز و هواداران فوتبال مطمئن باشن که ما در این زمینه با هیچ احدی تعارف نداریم و مبارزه با فساد رو تا آخر پیگیری خواهیم کرد. مطمئن باشید با همه افراد مطابق قانون برخورد خواهد شد. این روزا بحث رفتن عثمان از پرسپولیس بحث داغ رسانه‌های ایرانی شده. مربی که طی 2 سال با 120 هزار دلار راضی بود توی پرسپولیس کار کنه، حالا با 500 هزار دلار هم راضی بموندن نیست. اونم توی تیمی که فصل پیش رو در لیگ نخبگان حضور داره و موقعیت داره بیشتر خودنمایی کنه. اینا همه بهمون نشون میده که آفرای زیادی از سمت عثمان اومده که الان با همچین شرایطی راضی نشده قراردادشو تمدید کنه. اما اینم از سرتون بیرون کنین که توی این یک هفته که عثمان و پرسپولیس به هم مهلت فکر کردن دادن، پرسپولیس دست روی دست گذاشته باشه و منتظر نظر عثمان نشسته. میتونم بهتون اطمینان بدم رضا درویش با جانشینان احتمالی عثمان شروع به مذاکره کرده. اگه بخوایم از همه این صحبت‌ها به یه نتیجه برسیم، میبینیم که کفه ترازو به سمت جدایی عثمانه. همونطور که گفتیم ترازو به سمت جدایی عثمان بیشتر سنگینی میکنه. حتی ادعا شده که او به دستیاران شم گفته قصد برگشتن به ایرانو نداره. قطعا شنیدن همچین خبری برای پرسپولیسی سخته. مدت ها بود همچین فوتبال هجومی و زیبا رو در پرسپولیس ندیده بودیم. عثمان نشون داد براش غیر ممکن وجود نداره. نشون داد در کنار حرفه‌ای بودن میشه با احترام متین بود. این همه هیاهو و درگیری و حاشیه در فوتبال ایران اینو ثابت میکنه که این فوتبال به افراد حرفه‌ای و با اخلاقی مثل عثمان برزیلی بیشتر نیاز داره. اما مدیران ایرانی استاد فراری دادن اینطور افراد از فوتبالمونن. مامتیام، کالدرون، استراماچونی، بران و خیلی های دیگه که اگه بخوام مثال بزنم از صبر و حوصله خارجه. اینطور که به نظر میرسه درویش نتونسته نظر عثمان رو جلب کنه. کارشناسای زیادی ادعا دارن که عثمان اهل ریسک و قمارباز قهاریه. توی بازی‌ها دست به ریسک‌های بزرگی میزنه که جوفشیش میاره. اما اگه از اول به سر کار اومدن این مرد برزیلی نگاه کنید نشون میده فرد بیشتر شبیه یه شطرنج باز قهار میمونه تا یه قمارباز. از زمانی که به جای حمید مطهری دستیار اول گل محمدی شد، آرامش بیشتری در تمرینات حاکم شد. عثمان به جای اون مصاحبه‌های احساسی و صحبت‌های قشنگ حمید مطهری تمرکزش روی بازیکن‌ها و تمرینات گذاشت. وقتی یحیی از هدایت پرسپولیس انصراف داد، تمرکزش روی تمرینات قرمزپوشان رو از دست نداد و نظم تیم رو حفظ کرد. وقتی رضا درویشون رو جایگزین یحیی معرفی کرد، کوچیک و بزرگ ازش انتقاد کردن و این مرد برزیلی رو خیلی کوچکتر از باشگاه پرسپولیس دونستن. حتی شهریار فوتبال ایران در برنامه عادل فردوسی پور گفت زیاد به این مربی امیدوار نیستم. شاید فقط بیرانوند و سروش رفیعی بودن که به عثمان اعتماد داشتن. عثمان با وجود تمام انتقادات حتی بعد از باخت مقابل آلومینیوم تمرکزش رو از دست نداد و به جای بهانه اشتباهاتش رو پذیرفت و به کارش ادامه داد. بازی تاریخی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان به همه فوتبالی‌ها ثابت می‌کنه که این نتایج از خوششانسی او نبوده. صحبت‌های هوشمندانه بین دو نیمه با بازیکنان کلیدی، اون تعویضای هوشمندانه و تغییر تاکتیکی پرسپولیس بار فنی و هوش بالای عثمان ویرای برزیلی رو به ما نشون داد. حالا که هواداران پرسپولیس علاقه داشتن عثمان در تیم بمونه و همراه با بازی‌های زیبا از عنوان قهرمانیشون دفاع کنه، رضا درویش ساده‌ترین کار ممکن رو نتونست برای این هوادارا انجام بده.
کاری که گفتم مدیران ایران استادش هستن همین فراری دادن افراد کاربلد از فوتبالمونه. گزینه اصلی هدایت پرسپولیس دراگان اسکوچیش سرمربی سابق تیم ملیه که نیازی به معرفی نداره و مربی شگفتی ساز تیم ملی تاجیکستان در جام ملت‌ها با فرهنگ و زبان فارسی آشنایی بسیار خوبی داره و همین موضوع باعث شده باشگاه پرسپولیس اون رو در اولویت اصلیش قرار بده. گفته میشه مهدی لیموچی با پرسپولیسی‌ها به توافق شفاهی رسیده و بعد از بازی با ازبکستان با پرسپولیسی‌ها قراردادی رسمی امضا می‌کنه. ساعتی پیش شایعاتی در رسانه‌های غیررسمی منتشر شده که جواد نکونام از کارش برکنار شده و حالا گفته میشه که استقلال با چند مربی خارجی هم مذاکره کرده که یکی از اونها دستیار سابق گواردیولا در بارسلوناست. برکناری یهویی نکونام خیلی عجیبه. تیم نکونام 67 امتیاز رو به دست آورد، اونم در سال اول مربیگریش. تقریبا همه کارشناسان فوتبال ایران اینو تایید کردن که با بازیکنانی که استقلال داشته کسب همچین نتایجی موفقیت به حساب میاد. حتی استقلال تا 10 دقیقه قبل از پایان فصل قهرمان لیگ بوده. به احتمال زیاد اون همه انتقاد پیشکسوتان از رفتارها و حواشی نکونام در این برکناری بی تاثیر نیست. علی علیپور قصد داشت پس از پایان لیگ برتر از قراردادش با پرسپولیس رو نمایی کنه، اما اسمار به مدیریت باشگاه اعلام کرد نیازی به این بازیکن نداره و اولویت باید جذب مهاجم خارجی و جواد آقای پور باشه. حالا اگه اسمار به پرسپولیس بر نگرده شاهد بازگشت علیپور به تیم محبوبش خواهیم بود، ولی چه اسمار بمونه چه از پرسپولیس جدا بشه، مذاکره با آقای پور و لیموچی توی اولویت قرار داره. خبری ناراحت کننده تایید شد. بازیکن لیگ برتری جامعه فوتسال ایران رو عزادار کرد. علی اسدی بازیکن 33 ساله خوش تکنیک و مشهدی فوتسال ایران که چندی پیش به علت ایست قلبی به کما رفته بود، داره فانی رو ودا گفت. اسدی از بازیکنان مطرح فوتسال ایران به شمار می‌رفت و سالها با پیراهن فرشارای مشهد در لیگ برتر به میدون رفته بود و همچنین به عنوان لژیونر در لیگ‌های چین، تیم هانگژو و عراق تیم نفت الوسط هم حضور داشته. مرحوم اسعدی دو فصل پیش در لیگ چین شاغل بود و با انجام 8 بازی در نیم فصل دوم 12 بار برای تیم هانگژو موفق به گلزنی شد و با این تیم در پایان فصل با 1 امتیاز اختلاف نسبت به صدرنشین لیگ چین به مقام نایب قهرمانی دست یافت. پیشنهاد عربستانی‌ها به 6 بازیکن بارسلونا. رسانه مطرح اسپانیایی نوشت که بازیکنان بارسلونا برای تابستان پیشنهادات خوب و وسوسه کننده‌ای از تیم‌های عربستانی دریافت کردند. برخی از این انتقالا میتونه باعث نجات اقتصادی بارسا بشه که شدیداً به پول تا 30 ژوئن نیاز داره. این نشریه که نزدیک به باشگاه کاتالان نوشته که ژول کوندی، رافینیا، روبرت لواندوفسکی، ژائو فلیکس، مارک آندره تر اشتگن و کلمنت لنگله از عربستان پیشنهاد دارن، ولی هنوز موضع نهایی اونها مشخص نیست. در این بین بارسا از جدایی کوندی، رافینیا و لنگله استقبال میکنه، ولی لوا و تر اشتگن مهره‌های تعیین کننده در ایده های هانسی فلیک هستند. وضعیت فلیکس هم نامشخصه و باید دید بارسا برای دائمی کردن قراردادش اقدام خواهد کرد یا نه. احمد نوراللهی هافک ایرانی البهده در تمامی مسابقات این فصل 10 گل زده و 9 پاس گل داده و در ترکیب تیم منتخب فصل لیگ امارات قرار گرفت. نوراللهی بعد از خط خوردن از تیم ملی در سکوتی سنگین به کارش ادامه میده. برخی رسانه‌ها از مذاکرات باشگاه استقلال با سامان قدوس برای جذب این بازیکن خبر دادند که گویا با پاسخ منفی قدوس موضوع به سرعت خاتمه پیدا کرده. در فهرست زمستان گذشته جواد نکونام هم اسم بازیکنانی مثل علی قلی‌زاده، علیرضا جهانبخش و سعید عزت‌اللهی به چشم می‌خورد که اونها تمایلی برای بازی در ایران نشون ندادند. یه آمار غیرمنتظره. رضا جعفری مهاجم 27 ساله ملبان با اثرگذاری مستقیم روی 16 گل بعد از شهریار مغانلو دومین بازیکن موثر لیگ 23 لقب گرفت. مغانلو روی 19 گل اثر مستقیم داشته. جعفری 9 گل زده و 7 پاس گل داده یا پنالتی گرفته. جواد خیابانی مجری و گزارشگر با سابقه تلویزیون به دلیل اظهارات اخیر درباره لیگ برتر به عنوان مطلع به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال فراخوانده شد. در نامه کمیته مذکور اومده آقای جواد خیابانی جهت ارائه اسناد و مدارک مورد ادعای مستند و به عنوان مطلع به این کمیته دعوت می شود. خیابانی 2 روز پیش مدعی شد VAR به ایران نمیاد تا بتونن بازی ها رو در بیارن. من میتونم نام داوران و بازیکنانی که پول میگیرن رو بگم. راستی این مصاحبه ایسنا با هاشم بگزاده رو دیدین؟ هاشم بگزاده در مصاحبه با ایسنا مدعی شده برخی ملی پوشان استقلال در زمان امیر قلعه‌نویی به خاطر کارلوس کیروش به این مربی خیانت میکردن. او عقیده داره موضوع کارشکنی اونها درون و بیرون از زمین وجود داشته. بگزاده حاضر به بیان جزئیات نشده. روزنامه جام جم اعلام کرده خداداد افشاریان به 15 مورد تبانی در لیگ برتر و دسته اول اقرار کرده. افشاریان از روز 18 آبان 1400 با حکم عزیزی خادم رسما رئیس کمیته داوران شده بود.
سیلی ما چه سیلی فوجن دو میس مسیو اماندل امو اماندل ملانکولی قاسم من برای جمعون باید حضوری بگیم بازی کنیم اجتماعاتشان و مردم هم میفردیم ولی من اینجا اعلام کنم ما که مرحله سوم گروهی دوستانیم هم اعلام اولویت برای ما آمادگی بازی کنیم هر یکی آماده باشه باید گرده به ما ازش استفاده کنیم در مقام هستش در خود ایران هم بازی کنیم بودن اینجا آقای جلال حسینی که چندین سال تو رهبر شرف سنی و بالا میشتریم سمر داشته ما برای مرحله سوم و حتی جام جهانی هر کی که آماده تر باشه ازش استفاده جوان گرایی هم وظیفه باشگاه ها ما باید این من همراه بودید. اگه هنوز ویدیو رو لایک نکردید لطفاً لایک کنید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید حتماً سابسکرایب کنید. کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. خدا نگهدار.